گفت آسد حسن نامی بوده در نجف المدرسین و در فشار اقتصادی واقع میشه. می خیلی خوب، من 40 روز یک عریضه می نویسم برای امام زمان، هم عریضه را تکرار میکنم تا 40 روز و میذارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یک گوشه اتاق میذارم، بالاخره یه جایی میذارم اون را. تا روز 40 روز 40 که شد، حالا من یادم نیست که امروز 40 دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد، آقای آسد حسن. گفتم که در خانه بسته است، در خانه جز من کسی نیست، قطعا این خیاله. یه قدیر صبر کردم، گفت آقای آسد حسن پسر آسد حسین مثلا، اسم پدر منم برد، من دیگه این خیال نیست، اسم پدر منم میدانه. خیال متوجه شدم به اون طرف، کسی را ندیدم. به اون طرف صوت متوجه شدم، الان بنا گذاشتم به اینکه نخیر خیال نیست، واقعیت داره. لیکن نگاه کردم به اون طرف، نم کسی را نمیبینم. در عین اینکه هیچ کرا نمیدیدم، این صوت را شنیدم. شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ این را شنیدم، اما هیچ کرا نمیدیدم. اما همین که این صدا را شنیدم، شما خیال میکنید که ما با خبر از حال شما نیستیم. همین که این را شنیدم، کهنو رفت حاجتم شد. هیچ کهنو احتیاج ندارم. به همین شنیدن این کلام. حالا او که معلوم است دیگه، لا فرق بینهم، لا فرق بینک و بینهم الا انهم عباد الله. خدا میدوند چه اشتراکاتی با مبدأ اعلا دارند.